نشست علمی آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی یک شنبه شب مطابق با سیزدهمین روز از ماه مبارک رمضان سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با مفهوم و برخی از احکام مربوط به اعراض فرمودند مسئله اعراض در آیات قرآن کریم و روایات نیامده است اما نکته قابل توجه صدق سکونت در یک مکان است لذا اگر کسی ساکن شهری بود و بعد ساکن شهر دیگری شد و تصمیم داشت روزی دوباره به شهر اول بازگردد و در آنجا ساکن شود و بماند در این صورت این شخص از شهر اول اعراض نکرده است معظم الله در ادامه فرمودند اما اگر فردی از شهری که ساکن بوده اعراض کرد یعنی بنا ندارد که دوباره روزی به شهر خودش برگشته و ساکن آنجا شود در آنجا صدق سکونت نمی کند و در آن شهر مسافر محسوب می شود ایشان در رابطه با حکم عدول از اعراض فرمودند در رابطه با عدول از اعراض غالبا فقها متعرض به این مسئله نشدند اما برداشت من این است که اگر شخصی اعراض کرد ولی بعدا تصمیم گرفت که دوباره شهر در شهر خودش ساکن شود چنانچه عرف این تصمیم او را بفهمد و او را مسافر محسوب نکند عدول از اعراض صحیح و در آن شهر مسافر محسوب نمی شود با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم عرض شد در حضور آدارده همدانی فرمیده بعدیان ظاهرا همه پذیروختن از ایشون. ما وطن و مسکن و اینا لزوم نداریم. همین همینقدر که مسافر صدق نکنه، کافیه. لذا اگر از اعراضش عدول کرد، قاعده اینه که بگیم همون حکم عدم اعراض داره.